ما طراحی که کرده بودیم این بود که این آقا رو وقتی میاد به خدمت شما عرض کنم دبی و از دبی میخواد بره قرقیزستان، ما در دبی کار رو تمام بکنیم. برنامه ریزی هم که با دلالای اطلاعاتی، چون اینجا یکی نکاتی که باید بگم اینه که بالاخره تو عالم همینطور که دلال مسکن هست و دلال نمیدونم مقولات مختلف هست، مسائل اطلاعاتی هم دلال داره. ما با دلالای اطلاعاتی که برنامه‌ریزی کرده بودیم این بود که ما در دبی کار رو تمام بکنیم. تمام کردن کارم این بود که ایشون رو برنامه‌ریزی کنن بیا تو شهر دبی یه گردشی داشته باشه، ما بتونیم اونجا در واقع اقدام اطلاعاتیمون رو انجام بدیم. تو دبی که این آقا نشست اعلام کرد که نمیام تو شهر دبی. همین که اعلام کرد نمیام تو شهر دبی، با من تماس گرفتن دوستان، گفتن آقا گفته ساعت 11 شب بود، گفته نمیام، چه کنیم؟ این یعنی به هم ریختن برنامه ما دیگه. همونجا طراحی به ذهن ما خورد که ما باید اقدام بکنیم و دستگاه نظامی نیروی هواییمونو بیاریم پای کار برای این کار. خب اینجا نیاز بود که یه رفت آمدی صورت بگیره. ما یه تأخیر نیم ساعته اینجا داشتیم. این تأخیر نیم ساعته هم به خاطر این بود که نمیتونستیم خدمت شما عرض کنم تلفنی هماهنگی رو انجام بدیم. باید طرف میرفت پیغام رو میداد، جواب رو میگرفت، به جای دیگه پیغام رو میداد. من نکته ای که اینجا دارم اینه که این فقط تنها بیانگر یه موفقیت بزرگ اطلاعاتی تنها نبود. این کار بیانگر آمادگی قوی دستگاه نظامی ما بود برای هر تهدیدی که ما در عرض نیم ساعت که عرض کردم این نیم ساعت هم به خاطر رفت و آمد بود، تونستیم دو هواپیمای شکاریمون بلند شه و یه هواپیما رو به زمین بشونه. جالب توجهش هم این بود که حالا تو مقوله اطلاعاتی ما به دلیل کار اطلاعاتیمون به هیچ جا نمیتونستیم اطلاعات بدیم داریم چه اقدامی انجام میدیم. هواپیمای قرقیزی تو آسمان داشت به سمت قرقیزستان میرفت، تماس گرفته بود با باند فرودگاه مهرآباد که آقا به من دارن میگن بشین، منم مشکلی ندارم، به من میگن تو مشکل داری باید بشینی. باند فرودگاه تهران بهش میگفت نه مشکل نداری بیا برو. هواپیماهای ما بالا داشت بهش میگفت بشین. خب ما نمیتونستیم به باند تهران بگیم چیه، چه خبره، چیکار داریم میکنیم، چون میسوخت کار و اقدامون. ولی بالاخره با دو ساعت در واقع اقدام تو فضای آسمان ایران بالاخره تو بندرعباس او رو به زمین نشوند. این یه موفقیت بزرگ بود. ببینید بزرگی این موفقیت این بود که این آدم تحت حمایت و پوشش CIA و ناتو داشت میرفت قرقیزستان. اون عکسی که من از پایگاه آمریکایی ها در افغانستان نشان دادم این جدی بود. این عکس دقیقاً تو همون لحظه ای که او اومده بود یه مدت کوتاهی تو اون در واقع ایستگاه اطلاع تشکیلات آمریکایی ها اونجا گرفته شده بود، با 20 دقیقه تأخیر برای ما ارسال شده. خب این نفوذ تو سیستم در واقع ناتو و مجموعه سرویس هایی که با ناتو همکاری میکنن که آمریکا و نمیدونم اماکسیس و موساد و غیر زالک هست بود. این یه موفقیت بزرگ بود برای جمهوری اسلامی.